جایی برای زیستن. ای آدمای مهربون، واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاپرک کنیم، واجبه که جلا بدیم آبی آسمانی رو، وقف پرنده ها کنیم دونه مهربونی رو، دونه مهربونی رو. قسمت هفتم، تالاب ها. کسانی که ایران و طبیعتش رو دوست دارن میدونن که یکی از زیبایی‌های طبیعی ایران تالاب‌های این کشوره. تالاب‌هایی که در چهار گوشه ایران پراکنده هستن. بعضی از این تالاب‌ها جنبه بین‌المللی دارن و بعضی‌ها هم به عنوان تالاب‌های ملی ثبت شدن و شناخته شدن. مساحت بعضی از تالاب‌های ایران در حد چند صد متر و مساحت بعضی دیگه از تالاب‌ها به چند هزار هکتار هم میرسه. ایران تالابی مثل انزلی داره که از زیباترین مناظر طبیعی جهان و تالابی مثل شادگان داره که حدود 150 گونه پرنده در اون زندگی می کنن. در واقع تالاب‌ها محیط‌هایی هستن که مشخصاتشون چیزی بین خشکی و آبه. بعضی از این تالاب‌ها همیشه آب دارن، بعضی هم گاهی آب دارن و گاهی هم خشکن. آب بعضی ها شوره و بعضی ها هم شیرین. تالاب ها معمولاً زیستگاه طبیعی جانوران مختلف هستند و هر سال پذیرای تعداد زیادی از پرندگان مهاجرن که گاهی از کشورهای دیگه به تالاب ها میان. متاسفانه وضعیت خیلی از تالاب های ایران بحرانی گزارش شده و ممکنه برای همیشه از بین برن. منم اون مرداب پیر، از همه دنیا جدا، داغ خورشید به تن، زنجیر زمین به پا. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میخواستم حضور کنیم دریای. اول نگاهی کنیم به تالاب انزلی، تالابی که در شمال ایرانه و 20 هزار هکتار مساحت داره. مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان زمستان سال 93 از کاهش و عمق این تالاب خبر داد. مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت متاسفانه ورود حجم بالای رسوبات موجب شده عمق تالاب انزلی از 11 متر در برخی از نقاط به کمتر از 2 متر برسه. این مقام مسئول این رو هم گفت که عمق برخی از مناطق تالاب انزلی به حدی کم شده که امکان تردد هیچ نوع قایقی در اون وجود نداره. جالبه که بدونیم توی تالاب انزلی بیشتر از 100 گونه پرنده، 50 گونه ماهی و صدها گونه مختلف از گیاهان و جانوران زندگی میکنن و به همین دلیل از مهمترین تالاب‌های جهان محسوب میشه. به گفته یه کارشناسان، ورود فاضلاب شهری و روستایی به تالاب و همچنین پسماند کارخونه‌های اطراف باعث آلودگی تالاب انزلی شده. تالاب انزلی در حدود 40 کیلومتری شمال شهر رشت و در جنوب غربی شهرستان انزلی واقع شده. این تالاب از سال 1354 در شمار تالاب‌های بین‌المللی تحت حفاظت قرار گرفته و مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزره. اما متأسفانه مشکلات تالاب‌ها در ایران محدود به تالاب انزلی نیست. خبرگزاری رسمی ایرنا 13 بهمن سال 93 در گزارشی به مناسبت روز جهانی تالاب نوشت که از بیش از 1000 تالاب موجود در ایران 800 تالاب شرایط بحرانی پیدا کردند. در فهرست این خبرگزاری نام تالاب‌های مشهوری مانند انزلی، هامون، شادگان، نیریز، کمجان، شورگل و یادگارلو به چشم می‌خوره که به گستره وسیعی از ایران تعلق داره، از استان گیلان گرفته تا سیستان و بلوچستان، فارس و آذربایجان غربی. مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در این باره گفته با توجه به تعریف کنوانسیون رامسر، اگر دریاچه‌ها، آبگیرها و سواحل کشور را تا عمق 6 متری تالاب بدونیم، حدود 1000 تالاب در کشور وجود داره که شرایط حدود 80% اونها نامناسبه.
بهمن سقایی خبرنگار ارشد محیط زیست در سرای آمریکا در این مورد اینطور میگه. ایران افتخار اینو داره که نخستین کنفرانس جهانی حفظ تالاب‌های جهان یا وتلندها را در سال 1349 در رامسر برگزار کرد و اون پیمانی که در اونجا به امضا رسید به عنوان کنوانسیون رامسر معروفه. در اون کنفرانس حفظ تالاب‌ها به عنوان سپر طبیعی شهرها و طبیعت در برابر طوفان ریزگردها انگشت گذاشته شد و مقام‌های دولت‌های امضا کننده این پیمان موظف شدند که حقابی تالاب‌ها و دریاچه‌ها را تعمیم بکنند و ساختن سدها و مصرف آب در واقع این تالاب‌ها برای کشاورزی و مصارف دیگه خودداری بکنن. اما داستان کنوانسیون رامسر چیه؟ پیمان رامسر به سال 1349 خورشیدی برمیگرده، زمانی که نمایندگان 18 کشور جهان به دعوت سازمان ملل متحد در رامسر گرد هم اومدن تا پیمانی رو امضا کنن که بر اساس اون کشورها متعهد به حفظ تالاب‌ها به عنوان سپر طبیعی مقابله با ریزگردها بشن. در پیمان رامسر گفته شده که تالاب‌ها آشیونه‌ای برای پرندگان مهاجر هستند و همینطور به حفظ چرخه طبیعت کمک می‌کنند. بنابراین باید نسبت به حفاظت از تالاب‌ها حساس بود. پیمان رامسر این امکان را در اختیار کشورهای عضو گذاشته تا تالاب‌های ارزشمند خودشون رو در فهرست این پیمان جهانی ثبت کنن و از این طریق امکان حفاظت از اونها رو افزایش بدن. فهرست رامسر همچنین راه همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها رو هموار می‌کنه. به یمن پیمان رامسر در حال حاضر 168 کشور جهان عضو شبکه‌ای هستند که امکان همکاری و تبادل اطلاعات رو بین اونها فراهم کرده. در واقع 2171 تالاب با مجموع 207 میلیون هکتار در سرتاسر جهان در فهرست اصلی پیمان رامسر ثبت شده. ایران 35 تالاب خودش رو با مجموع مساحت 1.5 میلیون هکتار در فهرست اصلی پیمان رامسر ثبت کرده. این تالاب‌ها دارای ارزش‌های زیست محیطی جهانی هستند و باید مورد حفاظت قرار بگیرند. برخی از این تالاب‌ها عبارتند از تالاب آلاگل، دریاچه امیر کلایه، دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، گمیشان، فریدون کنار، انزلی و خوران. بنا به گزارش سازمان ملل متحد، ایران دومین کشور جهانه که تالاب‌هاش رو به نابودی میرن. کشوری که حدود 50 سال پیش تلاش‌هاش برای بسیج جهانی برای حفظ تالاب‌ها به ثمر رسید و میزبان نخستین کنفرانس سازمان ملل متحد شد. به اعتقاد کارشناسان محیط زیست، تغییر و تبدیل کاربری زمین‌های تالاب‌ها، سدسازی، شکار و صید غیرقانونی و صدور مجوزهای بیش از حد تحمل، کم آبی و خشکسالی از عوامل نابودی تالاب‌ها در ایرانه. علاوه بر اینها، اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه‌های آبخیز تالاب‌ها، وارد کردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی، ساخت و سازهای جاده‌ای و برداشت آب تالاب‌ها هم باعث از بین رفتن تالاب‌های کشور شده. اون هم در حالی که بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، ارزش 1 هکتار زمین تالابی 10 برابر 1 هکتار جنگل و 160 برابر 1 هکتار زمین کشاورزیه. اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افتاد به کبیر. چشم من به اونجا بود، پشت اون کوه بلند، اما دست سر نبشت اما سازمان ملل متحد دیدگاهی در مورد تالاب‌ها داره. این سازمان حفاظت از تالاب‌ها رو یکی از ارکان ضروری دستیابی به توسعه پایدار میدونه و به طور مداوم از دولت‌ها خواسته تا ارزش‌های اقتصادی و زیست محیطی این مناطق طبیعی رو به رسمیت بشناسن.
سازمان ملل همچنین طالاب‌ها را عناصری مهم در حفظ تنوع زیستی و زندگی انسان‌ها قلمداد می‌کند. پیش‌بینی شده جمعیت جهان تا سال 2050 به حدود 9 میلیارد نفر برسه. از همین حالا تأمین منابع آبی برای این جمعیت رو به افزایش به عنوان یکی از مشکلات پیش روی جوامع بشری در اومده. برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد معتقده که حفاظت از تالاب‌ها باید در مرکز تمام برنامه‌های مدیریت منابع آبی باشه. آغاز همکاری ایران و سازمان ملل در مورد تالاب‌ها به سال 1384 برمی‌گرده. برنامه عمران سازمان ملل یا UNDP با حمایت تسهیلات جهانی محیط زیست یعنی GEF طرح مشترکی رو در سال 1384 با همکاری سازمان محیط زیست ایران آغاز کردند. سازمان محیط زیست ایران میگه مدیریت یک پارچه تالاب‌ها تنها وظیفه این سازمان نیست و دیگر نهادها و همچنین جامعه محلی هم باید در این امر مشارکت داشته باشند. حالا مسئله اینه که چطور مردم میتونن مانع از خشک شدن تالاب‌ها بشن؟ این مسئله بیشتر به کشاورزان و باغداران محلی برمیگرده که گاهی در برابر دادن سهمیه آبشون به تالاب مقاومت میکنن. منظورم موضوعی به اسم حق آب است. بعضی وقتها باغداران و کشاورزان راضی نمیشن که حق آب به تالاب‌های اطراف سکونتشون داده بشه. در حالی که اگر نگاه بلند مدت به مزایای تالاب‌ها برای محیط زیست اطرافشون داشته باشن، مانع از حق آب به تالاب‌ها نمیشن و این کار رسانه‌ها و NGO‌ها و دولته که مزایای وجود تالاب‌ها رو برای مردم منطقه اطراف تالاب توضیح بده. مثلا گام اول و مهمترین امر در بحث بحران تالاب‌ها از جانب دولت مدیریت در حوزه آبخیزی و اقدام‌های برنامه محور یا همون احیا و حفاظته. تفکر نجات تالاب پس از خشک شدن اون خیلی اشتباهه، در حالی که باید با مدیریت صحیح منبع در اختیار رو حفظ کنیم. گام دوم هم همکاری دستگاه‌های مختلف در قالب این برنامه است. از سوی دیگه باید با اطلاع رسانی توسط سازمان‌های مردم نهاد در خصوص کشاورزی پایدار به جوامع بومی ساکن در اطراف تالاب‌ها به اصلاح کشاورزی و تغییر جدی در الگوی معیشتی مردم پرداخت. لازم به ذکره که الگوی معیشتی در تالاب‌های مختلف تفاوت داره و نسخه یکسانی نمیشه برای اونها صادر کرد. نقش دادن و درگیر کردن مردم در امر حفاظت نکته خیلی مهم و البته زود بازدهیه. در بسیاری از کشورها جامعه محلی خودشون از یک تالاب محافظت میکنن، چرا که میدونن معاشش وابسته به توریست و استفاده از زمینهای کشاورزی اطراف اون تالابه. در نتیجه مدیریت منابع آب در درون حوزه، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی در درون مردم، مدیریت منابع آب بر اساس منافع سرزمینی از مهمترین راهکارهای عملی در این حوزه است. خورشید از بالا ها، زمین از این پایین، هی بخارم میکنم. و در انتهای برنامه نگاهی کنیم به وضعیت تالاب شادگان از قلم نویسنده وبلاگ دانشجوی زراعت. چه باید گفت از تالاب شادگان؟ تالابی که زندگی خیلی از ساکنین جنوب غرب ایران به اون وابسته بود و حالا باید اینطور آلوده و تخریب و خشک بشه. در گذشته اگر ماهیگیران توری به تالاب می‌انداختند، به قدری ماهی صید می‌شد که مابقی اونها به آب رها می‌شد، ولی امروزه خبری از اون فراوانی نیست. جایی برای زیستن، داشتن محیط زیست سالم. تا برنامه بعد، بدرود. بیکر ناز نسترم بسر سبز و چمن، حیفه که فرسوده بشه، حیفه که فرسوده بشه. آب زلال چشمه ها، بارون رحمت خدا، حیفه گلالوده بشه، حیفه.